به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. به گزارش از خبرگزاری افق، به گفته منابع صحی تا اکنون 8 زخمی به شمول 3 کودک از محل رویداد در شفاخانه دشت برچی که هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفته به شفاخانه ها منتقل شدند. این در حال است که حمله افراد مسلح به یک مرکز صحی در غرب کابل. گزارش ها می رساند که افراد مسلح وارد یک مرکز صحی در منطقه دشت برچی شده بودند. منابع در این مرکز صحی می گویند که تا اکنون 2 انفجار رخ داده و صدای شلیک نیز شنیده می شود. منابع امنیتی نیز وقوع این انفجار را تایید می کنند. گفته می شود که در ساحه رویداد یک شفاخانه دولتی و یک مرکز صحی دکتران بدون مرز قرار دارد. دکتر لیاقت زاهدی که در شفاخانه واقع در تانگ تیل وظیفه دارد، در تماس با خبرگزاری افق گفت که ابتدا یک عامل هنداری خود را منفجر کرده و سپس شلیک گلوله را آغاز کرده است. آقای زاهدی افزود که شمار از افراد خود را از دیوارها به بیرون انداخته و فرار کردند. به گفته او درگیری به شدت ادامه دارد. کشته شدن 3 نمازگزار در دومین حمله بر یک مسجد در پکتیکا. منابع امنیتی در ولایت پکتیکا میگویند که بر اثر تیرانداری جنگجویان طالبان به سوی نمازگزاران در ولسوالی خیرکوت این ولایت 3 نفر کشته شدند. شاه محمود آریان، سخنگوی فرماندهی پلیس پکتیکا، در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کرد که جنگجویان طالبان شام روز دوشنبه 22 صف در روستای محمد حسین ولسوالی خیرکوت بر نمازگزاران تیراندازی کردند. به گفته او در این رویداد 3 غیر نظامی به شمول 1 کودک کشته شدند. طالبان اما تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. چند پیش نیز در نتیجه یک انفجار در انتظارگاه این مسجد 20 نمازگزار زخمی شده بودند. همچنان پلیس لوگر، طالبان 3 کودک را در ولسوالی خوشی زیر موتر گرفتند. 8 صبح کابل، پلیس لوگر میگوید که گروه طالبان 3 کودک را در ولسوالی خوشی این ولایت زیر موتر گرفتند. شاپور احمدزاده سخنگوی پلیس لوگر میگوید که این رویداد ساعت 3 عصر روز دوشنبه 22 صف در روستای گنداب ولسوالی خوشی رخ داده است. سخنگوی پلیس گفت که قربانیان اعضای یک خانواده بودند، یک دختر و 2 پسر خردسال قربانی این رویدادند. شاپور احمدزای از جانب دیگر گفت که طالبان پس از زیر موتر گرفتن این کودکان از ساحه فرار کردند. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. این در حال است که ارگ ریاست جمهوری، طالبان به ادامه جنگ و افغان کشی پافشاری دارند. 8 صبح کابل، ارگ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که گروه طالبان به ادامه جنگ و افغان کشی پافشاری دارند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این مطلب را در واکنش به حمله طالبان و پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان در برگه تیوترش مطرح کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری از جامعه جهانی خواسته است که حمله طالبان در لغمان و ادامه خشونت این گروه با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. آقای صدیقی همچنان گفته است که گزارش ها از حمله طالبان بر نیروهای امنیتی در ولایت لغمان متاثر کننده است. به گفته او در حالی که کشور به سختی در برابر ویروس کرونا مبارزه می کند، گروه طالبان با اجرای حمله های دهشت افگنانه ایشان به افزایش خشونت ها در ماه مبارک رمضان ادامه می دهد. سخنگوی ریاست جمهوری نوشته است حمله های اخیر گروه طالبان بیانگر پافشاری این گروه به ادامه جنگ و افغان کشی در افغانستان است. انتظار می رود تا جامعه جهانی با شدیدترین الفاظ این حمله و ادامه خشونت های طالبان را محکوم کند. گروه طالبان شب گذشته به پاسگاه نیروهای امنیتی در لغمان حمله کردند.
وزارت دفاع ملی تلفات نیروهای ارتش را در این حمله 6 کشته و 5 زخمی اعلام کرده است. گزارش های غیر رسمی شمار تلفات نیروهای دولتی را بیشتر از این نشان می دهند. ادعای تلفات نظامیان و غیر نظامیان در یک حمله هوایی در بلخ. اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند که بر اساس اطلاعات ابتدایی در حمله هوایی نیروهای دولتی علیه طالبان به غیر نظامیان و نظامیان نیز تلفات وارد شده است. عبدالخالق رئیس شورای ولایتی بلخ در گفتگو با خبرگزاری افق گفت که 17 نفر در حمله های هوایی شب گذشته دوشنبه 22 صبح نیروهای دولتی در ولسوالی بلخ کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس شورای ولایتی بلخ اما افزوده که تا اکنون روشن نیست که چند نفر از این افراد جنگجویان طالبان است و چند نفر آن غیر نظامیان یا نظامیان. به گفته او، ساکنان محل ادعا دارند که در این حمله به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. همچنین شمار از ساکنان ولسوالی بلخ با برگزاری یک تجمع اعتراضی مدعی شدند که در حمله هوایی نیروهای دولتی غیر نظامیان نیز کشته شدند. در همین حال یک منبع در قول اردوی 209 ارتش مستقر در ولایت بلخ که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری افاق گفت که در حمله هوایی شب گذشته دو نیروی ارتش نیز جان باخته است. به گفته این منبع در این حمله 19 طالب هم کشته شدند. پیش از این قول اردوی 209 شاهین اعلام کرده بود که جنگجویان طالبان در روستای پلاسپوش ولسوالی بلخ به منظور حرف جاده و کارگزاری ماین توسط اسکاواتور تجمع کرده بودند که توسط نیروهای هوایی هدف قرار گرفتند. بر اساس اعلام این قول اردو در این حمله 11 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفر دیگر آنان زخمی شدند. قول اردوی 209 ارتش گفته است که در این حمله افزون بر کشته و زخمی شدن طالبان دو غیر نظامی که طالبان آنان را به زور برای حرف سرک آورده بودند نیز زخمی شدند. وزارت صحت عامه: کرونا به زودی رفتنی نیست و باید برای زندگی با کرونا برنامه ریزی کنید. 8 صبح کابل. وزارت صحت عامه میگوید که ویروس کرونا به زودی رفتنی نیست و باید تمام شهروندان کشور و نهادهای دولتی برای زندگی با کرونا برنامه ریزی کنند. وحید مرجو معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز دوشنبه 22 صبح در یک نشست خبری گفت بررسی ها و تحقیقات علمی نشان می دهد که ویروس کرونا به زودی رفتنی نیست و باید برای زندگی با کرونا آمادگی داشت. معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در این نشست گفت که برای جلوگیری از تاثیرات منفی و اجتماعی ویروس کرونا بر جامعه باید زندگی بر رقم کرونا به یک نرمال بدل شود. وحید مرجو گفت که باید شرایط محیط تجارت، آموزش و کار پس از این قسم فراهم شود که با وجود ویروس کرونا همه این امور داشته باشد. مرجو از نهادهای آموزشی به صورت مشخص خواست که به صورت آرام آرام برای از سرگیری آموزش های برنامه ریزی کنند و در آن تدابیر صحی را در محیط آموزش در نظر بگیرند. او اما تاکید کرد که منظورش از فراهم کردن شرایط برای کار و آموزش به هیچ وجه رفع قرنطینه نیست. به گفته او، باید به این باور باشیم که کرونا یک مرحله اوج دارد و به زودترین فرصت یعنی به زودی تهدید ناشی از آن حل می شود، از میان برداشته می شود و برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا همچنان باید فاصله گیری اجتماعی رعایت شود. او افزود تا ساخته نشدن ویروس کرونا یعنی واکسین کرونا همچنان باقی خواهد ماند و همه شرایط لازمه های زندگی با کرونا باید رعایت شود. معین وزارت صحت عامه از جانب دیگر گفت که کلید نجات افغانستان از گسترش ویروس کرونا به دست هر شهروند است. فاصله گیری اجتماعی، رعایت تدابیر بهداشتی و در صورت نیاز در خانه ماندن به عنوان 3 ویژه است که معین وزارت صحت عامه رعایت آن را کلید جلوگیری از گسترش این ویروس عنوان کرده است.
این همه در حال است که وزارت صحت آمد در یک شبانه روز 285 مورد تازه مبتلا به ویروس کرونا را شناسایی کرده است. با ثبت این رقم شمار مجموع ویروس کرونا به 4687 نفر رسیده است. کابل بیشترین رقم مبتلایان را دارد. تا اکنون 122 نفر از بیماران کووید 19 در کشور جان باخته و 574 نفر دیگر بهبود یافتند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید.